امید خدا. ولی آقای جعفری، این پریسا خانم یه چیزی گفت شما خودتونم به اصطلاح میخونین از نظر اون موقعی که مرشد داشت میخون، شما باید بالاخره این کار رو بکنی یه دفعه. برای که من یه ذره صدای شما رو داشتم، اون صدای خیلی دوره، خوب واضح نیست. باید یه دفعه انشالله سر حال باشی یه کمی. انشالله خوننده که نیستم، بله این مصادره سره که بیاد میرسه خوننده میشه. به نظرتون میخواین الان یه ذره همچون یه چیزی بگین؟ نه بابا من خوننده نیستم. باید برم در لس آنجلس اونجا دوست اونجا دارم برم در تلویزیون رادیو. نه اون اصلا بخونم، من فایی دارم اونجا میگم باید بخونم. خب حالا گفتنم گفتم، ما قبول نمی کنیم. خب دیگه بالاخره میکنم، حالا نمیتونم قدرم آرام بردیم و دیگه. خب به هر حال من باید سیتی که صدای شما رو ضبط کنم با این ضبط. نه مردم دروازه‌قار و مردم دریا کنار هر دو اوریان هم، اما این کجا و اون کجا. نه ولی اون شب یادتونه با نجوکی یه گفتیم آقای جوجوکی یه چیزی بگو، یه چیزی بزن تا من دیگه و خون مرا به بوس خوندی یادتونه؟ آره 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 دیگه. انشالله شما هم خداوند سلامتی بده. چی بهتر از نیاز سلامتی بدن نیست آقای بار آقای گفتی آقای جعفری خدا بید چی نایش رو شما سلامتی داشت. بله درست. من بازرم می گیری؟ یس لاغر بود دو سوم بگیر. خب این دریای بین زیبایی رو هم بگیر. ما الان تو برکشن از سیمفونی آقای سیپرفان مهمانی ناخوانده از آقای شون کن بدون اناسمه افسانیشونه چونم آقای جعفری عزیز خواهشونم میدوند فیلم بگیر. تمام شما جعفری اهلوان تاریخی ایران آقای جعفری حالا شما بست من از شما شما صفایی خب پریسا خانم چی میگین شما؟ میگم دوربین چقدر کوچیکه. آره دیگه. جدید دیجیتاله. دیجیتاله آره. تازه گرفتم. مرسی قابل نیست. بردی حالا خیال میکنه که چی میشه. سرشار آدم خوبیه. من؟
بودم آقا، دیگه نیستم. سلام آقای دکتر سپه، چطوریم؟ نزد تعریف جدی ازشون ده، ولی ایشون
چهره است که 50 سال دائم از این چهره صحبت شده و این چهره یه چهره سوال برانگیزه برای بسیاری یک سمبول یک ماجراها و یک حکایت است که حالا در موردشون هر کی هر چی خواسته گفته تا اونها ولی فرصتی است که خودشون در مورد خودشون صحبت بکنن ببینیم که آیا نظرشون چیه آیا ماجراهای تازه‌ای دارن که اضافه کنن آیا از این دید اگه ماجرا رو ببینیم و این رویداد رو ببینیم چیزی به معلومات ما اضافه میشه یا نمیشه خود من بعد از انجام این مصاحبه بعد از پایان این کتاب فکر میکنم این کتاب بسیار توش اطلاعات زیاده چیزهایی رو خودم پیدا کردم که برای خود من تازه بود خیلی تازه بود یعنی حتی اصلا نشنیده بودم حتی تصورش نمیکردم من مثلا فکر میکردم که همیشه به عنوان مثل همه اغلب مردم فکر میکردم جبهه ملی دشمن قسم خورده آقای شعبان جعفری است و از روز اول جبهه ملی و آقای شعبان جعفری با هم دیگه درگیری شدید داشتن و هرگز تصوری که آقای شعبان جعفری جزو پشتیبانان و جزو حامیان جبهه ملی بودن و در دوره جبهه ملی ازشون تعریف کرده در باختر امروزای دکتر حسین فاطمی تعریف کرده مقاله نوشته گفته باید بهشون کمک بکنیم انسان بودیم ورزش دوست ورزشکار مبارز ایست رو نمیتونستم بکنیم به این دلیل فکر کردم که این بخش از تاریخ معاصر ایران دو سال داشته که تاریخ شناس هستن و در مورد آگاهیشون به تاریخ معاصر ایران اصلا شک درش نیست آقای دکتر صدرالدین الهی برای آگاهیشون در مورد ورزش و ورزش باستانی و بالاخره آقای دکتر هوشنگ شهابی استاد دانشگاه بوستون که ایشان هم در مورد ادبیات نمیخوام بگم ولی میتونم بگم فرهنگ جنوب شرق بسیار اطلاعات هر پنج نفر کتاب رو خوندن یه مقدار برای هر پنج تا اینها سوالی باقی بود که هنوز در اینها مطرح نشده بود یه مقدار تصحیحات داشتیم تصحیحات انجام دادیم ورژن دوم کتاب بعد از اون تصحیح شد انجام شد و بعد باز مرور دیگه میخوندن این بار دومین ریدرهای کتاب سری ریدرهای کتاب یک سری دوستان آقای جعفری بودن یک سری دشمنان آقای جعفری اونهایی که خوندن از دیدگاه دوستان آقای جعفری خوندن یه اعتراضاتی داشتن اونهایی که از دیدگاه دشمنان آقای جعفری خوندن یه اعتراضاتی داشتن یه نظر آقای داشتن نظرهایی که به نظر عادلانه و بدون تعصب و دور از پیشتاوری بود مورد بررسی قرار دادیم من در موردش تحقیق کردم دو مرتبه به دنبال سند رفتم پیدا کردم پاسخها رو اضافه کردم این چیزهایی رو داشتم یه مقدار زیادی از سال ابراهام تعصب آمیز بود چه از این من چه اونها رو به کلی کنار گذاشتم و نتیجهش این هست که الان در دستشون امید من به عنوان نویسنده کتاب و فکر میکنم امید آقای جعفری به عنوان کسی که بالاخره بعد از 50 سال سکوت این کار کرده اینه که خواننده موقعی که این کتاب رو میخونه خودش بتونه تصمیم بگیره ببینه که این کتاب عادلانه نوشته شده در نهایت فهرست نوشته شده و ایشون جواب سوالاتی که میخواستن دادن یا ندادن من تصورم این هستش که تا اونجایی که شده و تا اونجایی که پرسش‌هایی که ازشون کردن جواب دادن یه تعدادی از سوال‌ها رو جواب ندادن اون هم دلیلش رو خودی کتاب آوردن به دلیل اینکه مصلحت افرادی که فقط در ایران هستن در نظر داشتن فکر می‌کردن اگه اسامی اون افراد رو بیارن ممکنه براشون احتمال خطر داشته باشه به غیر از اون تمام ماجراهایی که برای همه مورد سوال دکتر مصدق دکتر حسین فاطمی حزب توده سی اتیر 28 مرداد ماجراهای تمام این ماجراهایی که داشتیم خدایان اسلام یه چیزی که باشگاه جعفری دربار شاه ماجرای خرداد 15 خرداد انقلاب همه اینها و نقش ایشون طیب ماجرای اینها همه تو کتاب هست فکر می‌کنم دیگه تا اینجا تقریباً استراکچر کلی که رو شما گفتم حالا اگه سوالی دیگه هم هست من خواهش می‌کنم Thank you.
دوم اینکه از خود آقای شعبان جعفری من سوالم این هست که جناب شعبان جعفری اون چی که در یاد من هست ایشون یکی از طرفداران خالص و مخلص زنده‌یاد مصدق بودن. ایشون در جریان حوادث 30 تیر 31 به اتفاق طیب و سایر دوستان و هم چیزی شوبزشکارانشون فریاد میکردن در خیابانها که یا مرد یا مصدق. و من برام این نکته مجهول هست که چه انگیزه و چه علت و چه سببی باعث شد که ظرف یک سال یعنی فاصله بین 31 به مرداد 32 ایشون 180 درجه از نظر فکری و عملی تغییر وضع به نفت جواب بنده بود. انگیزه من اول هم خدمت شما بگم که 35 سالی که من کار نوشتن این کار انجام میدم و همیشه از خودم به عنوان روزنامه‌نگار ارادت دارم. من یه روزنامه منظورم اینه که من این محقق و تاریخ نویس و تاریخ شناس و این چیزا نیستم. من یک روزنامه‌نگار. از دید یک روزنامه‌نگار سوژه خیلی مسئله مهمی است. اول در یه بخش صحبت قبلی من گفتم حدود 16 سال من دوباره میدم که این مسابقه های جفتنه شد. چون به نظرم میومد، میدونید از نظر یک روزنامه‌نگار سوژه کانتروورسی ها، سوژه که در موردش حرف خیلی زیاد داره، چیه سوژه ایست که حتما همه در موردش صحبت میکنن، حتما موقعی که مطلب نوشته شد و کتاب نوشته شد و در آخر کتاب ایست که خواهان بوده. یعنی من علت مسابقه های شعبان جفتر از نوشتن این کتاب گیر روزنامه‌نگاران هم اول موقعی که دنبال ایشون بعد که وارد ماجرا شدم هم مسابقه انجام دادم و کار رو شروع کردم. هر چی پیش رفتم دیدم وارد یک دریایی شدم پر از اطلاعات و پر از سند که بسیاری از اون اصلا دست نخورده است. علاقه من شدم به این کار که این کار رو اصلا از اصلا کتاب رو از حالت ژورنالیستی در آوردم به صورت کتاب تحقیقی داشته و خودم خوشحالم از اینکه این کار کردم و فکر میکنم بعد واقعا یاد بود که این کنجکاوی رو نشون دادم و این صبوری رو نشون دادم در وسط ماجرا و اون هیجان روزنامه‌نگاری رو جلوشو گرفتم که امروز این کار رو بکنم و فوری فردا نتیجه شو ببینم. صبوری رو خرج دادم کتاب رو خیلی آهسته و عمیق این علت این که انتخاب کردم. در مورد افراد دیگه که در تاریخ معاصر ایران افراد سیاسی و غیر سیاسی که وجود دارن که حتما باید در موردشون نوشته بشه و کتاب باشه با شما 100% موافقم، حتما باید انتخاب بشه. ولی چه کسانی میکنن؟ آیا بعد از این کتاب که من نوشتم حالا علاقه‌مندم برم یه ماجرای دیگر رو دنبال یه شخص دیگه بگردم که در این ماجرا و در این سندها و در این نوشتهها و در این گفتگوها در موردش حرف زده شده؟ ممکن این کار رو بکنم چون علاقه‌مند شدم الان بازی دیگه دیگه دارم به ماجرا نگاه میکنم. ولی فکر میکنم که کاری رو انجام دادم، خیلی بهش افتخار میکنم، خدا فکر میکنم کار مهمی انجام دادم و بیشتر از همه به این افتخار میکنم که در تمام طول کتاب نگه داشتم و سعی کردم یا یک ضبط صوت باشم یا یک دوربین فیلم. به هر آنچه که میشنوم میآوردم تو کتاب، هیچ قضاوت نکردم، هیچ تجزیه تحلیلی نکردم، سند آوردم، مدرک آوردم، پاسخم آوردم، همه رو به خواننده سپردم که خواننده تشخیص بده بعد از خوندن کتاب که چه گذشت. خدمت شما از کنم که روز 30 تیر که شما فرمودید همون روز بود که من یه روز از منزل میادم بیرون برم طرف بازار، دیدم به شهرانه خود شهر مقدم با یه عده دیگه اونها ما گره زدم تو ماشین رو بردن شهرانه. گفتش که برو تو خونم بشین، مصدق رفت قهوه اومد. همون که قهوه صدر رو بشون که پیشنم میشتن اون 30 تیر به وجود رو بود. ما آمدیم رفتیم و خلاصه رو فکر کردیم برنامه و رفقا و این برنامه رو صحبت کردیم و دیدیم چیکار کنیم. گفتیم نه ما نمیتونیم بشیم. رفتیم دوباره بیرون سر بازار رو گفتیم من یه من رفت مصدق رفت
نیازونه بخونه های بابره با هم گذاریم ما رو بده میکنم ما آمدیم و باز شروع کردیم خلصه اون بخصیت که تو ترور رو به زیبا انتاخت دیگه معلوم جمع کردیم شعار دادیم ازام دادیم کتاب کردیم بالاخره مصادف مخل شهر کرد که همام رفت کنار رو مصادف و مخلوم و مصادف نخوزاری بعد چند کنون سیتی به وجود من و کشته ها که کشته شدن اینا و داستان شد تو کتاب و شو بخونی بهتر تا این شد که ما چطور شد ما دیگه تر بر مصادف برگشت چون کاشانی مصادف هر دو هم بود کاشانی مصادف هر دو هم کار کردن کاشانی مالایی بود که مثلا اعلامی بوده بازار میبست و کنا میبستن همه فیلومی میکردن دیگه های فیلومی بود که میبیشن مرسو میبیشن بعد یه با صور از کنه کاشانی دیدنش گفت بری شاد رو هم منفق خارج اگه شاداره ما هم رفتیم اما ما هم رفته این شد که ما منشد رفتیم در خونه شاد خدا رحمه هر رفتیم که سر بازار و این برها رو مردم جمع کردیم و بساتی بود نماره که کتا بازار بود نوهو اسفن نه نوه اسفن رفتیم از اونجا در خونه خدا بیا اونجا عرضت ما رو شد بردیم رفتیم اونجا و دیدیم اونجا و یه جمعیت جمع شدن ما هم رفتیم اونجا و شعار دادیم و گفتیم که نداریم شعار مرکه اون گاردی هایی که موجود بودن که حتی از این پنجره یه دار رفتن بالا ممکن اون توی کتاب نده از این پنجره یه دار رفتن به گاردی ها نتران پایین گفتن تو با مصدقی چرا ما دیگه گفتن من اومدم که ندارم شد از برشت رو خواهدش اما تو خب زیاد بودم ما میشه بود من تا حتی تو هیگون نگاه که بودم پارمارون که رفتی و اون زهیدرستان و سوریا و شاه و اینا باشترن رو میخوان بکن راستی گور نکن مصدق مصدق بیر نده این شاده این شد که اون رفت در خونه مصدق و اون پیش آمده خونه مصدق شد و اون افشاتو تو اونجا بود و با خانجونیش هم اونجا اون رسی ستال ازش افشاتو رو شهر بودی با ما یک و دوم شد و بالاخره این برابر ما تیر رو ما خورده بود اون رو پیچه تا بیان در خونده بود بالاخره اون دیدی شد که ما دیگه از مصدق برگشتیم و رفتی در افشات اینجا جناب جعفری جناب عالی خاطرتون هست که همون روز نهم اسفند چه کسانی شما رو پوش میکردن مثلا تو خانه مصدق برای کشتن مصدق؟ هیچی پوش من نمیتونم من خودم خودم پوش میکردم این کسی نه پوش میکردم من هفته نه شما رو همون جمعیتی که در جمعیت من رو میدهتم جمعیت من رو میدهتم من رو شعار دادم من رو بازار بست من بردم به من دارم چه تو مارکزی اما سراحت میگم همه جان خوشم آقای جعفری من یه سوال دارم ببخشید شما قبل از شما بعد به خود شما با توجه به صحبت که کردید که خیلی قابل قبول است واقعا ولی با تمام اینها با قبول بکنید که اینها با تمام دقتی که شده و ارزشی که دارد بالاخره یک نوع تطهیری است ایشان اعداد تاریخی طوری جلوه خواهند کرد که در حال مثل بقیه افراد بودند و علاقه‌های سیاسی داشتند و حرفایی هم که درباره این زدن می شود حرفای بیخود و شایعات غیر مستند در حالی که من فکر می‌کنم ایشان درباره یه روز شاید اگر یک دادگاه ملی در ایران بود در اونجا باید این جهان اونجا هم دادن اگر درباره یه چیزی دیگه که چند بارم ایشون اشاره میکنم که من واقعا با مثلا در خدمت شهربانی و معمولان نظامی ندودم تدابراتی رو ما کاری نداشتیم و این رو برسادم من واقعا خود شاهد چند سندش بودم بگی؟ من در درست در اولین انتخابات بعد از 28 مرداد من چون من در تهران ندودم جریانت تا 28 مرداد در این انتخابات بر 28 مرداد می روزای انتخابات حکومت نظامی اجرای احمدی نمیشه کردستان خودشون کوبهشون دارن که باید سهمی نشدن در یه شعبه انتخاباتی در نزدیکی کاخ دادگستری بود و در اون دهه
و دوستان شبان جعفری پیاده شدن و با چماق به حمله کردن و حتی کسان گرشه اینو میخوندن و اینو از خوش زدن افتاد و افرادم پرکنده شدن کجا بود؟ بیزنده کجا بود؟ کجا بودی؟ استنده دیدی کجا؟ سحنه کجا دیدی؟ در زل جنوبی کاخ دادگستری بیست که است من همه تهران هستم دقیقا اونجا صندوق انتخابات بود؟ بله بله درست در اونجا یه صندوق انتخاب در دادگستری؟ نه دادگستری این طرف سنگلک میدیدم دقیقا میرید به طرف خواب. بعد میره به طرف بازار در اینجا که بود در قبل است که برسید به اون جا یک حوزه انتخاباتی بود این حادثه در اونجا در یه حادثه دیگه در خیابان ناصر خسرو به مناسبت ملی شدن نفت روز ملی شدن نفت و مخصوصا با توجه به مذاکره این درباره کنسرسیوم داشت انجام میداد اعلامیه‌ای در ناصر خسرو پخش شد که واقعا کاملا آرام بود بازدی در دانشجوها و اینا بودن در اونجا مردم پخش نکردن باز این جیپ‌های معروف از پشت وارد شدن و افراد مجبور شدن فرار بکنن به طرف بازار و بازار هم پلیس ایستاده بود با کامیون‌ها و اینا رو می‌گرفتن و تحویل دادن صحنه اینه که من واقعا هیچ وقت از اون هم نیست و غیر از این حالا اینا مسائل شاید اون هم لازم نباشه و اصلا دیدم که در اینجا بهش اشاره کردم من در دبیرستان شماره دو هدف بودم در کشت بیمارستان بانک ملی زورا میامدیم با اتوبوس پیاده میشدم نزدیک اداره پست و از اون کشت که شهربانی بود میرفتم به مدرسه حدود ساعت یک و نیم بعد از ظهر داشتم میرفتم مدرسه دیدم جلو شهربانی دو مرتبه آقای شبان جعفری و این گروه خودشون ایستاده من فردا خودم گفتم حتما یه حادثه باید اتفاق افتاده باشه رفتم مدرسه وقتی که برگشتم یه مرتبه در روزنامه و اخبار پخش شد که آقای دکتر فاطمی رو دستگیر کردن و در حالی که در تحت حفاظت پلیس بود عده‌ای از افراد میهن‌پرست به ایشان حمله کردن و مجروحشون کردن بله نه عده‌ای ندارم من بودم زدم میگم من خودم شما رو که دیدم من خودم دارم بله من با چاقو هیچ وقت ندارم من تازه چاقو اصلا نکیدم هیچ وقت تو زندگی بعد دکتر فاطمی من زدم به کسی رو زدید؟ بعدی حکم قتل من این صادر کرد کسی رو زدید که تحت حفاظت پلیس بود و در اون موقع در واقع آب کسی بخواد کاری بکنیم برن دست بود باش بزن اونجا اصلا امیدونم کسی هم بودم وقتی حکم ادامه نمیده من چیکار بکنم با این یا تو دیا همکه از خرفی اول دادی و چوب میان خب این تو دیا میمدن یه سرش بدمه راحت بود یه سرش بدمه مجلس شورای ملی داد میزنن زنده باد استالین مرگ بر شاه چیکار کنم با اینا برم قربونشو برم دعوا میکنم باشون بچه هم بگم که راجع به مصدق گفتن که طرفدار مصدق بودن و اینا و ایشون در جریان سیاسی از دکتر مصدق منه در واقع فکر اینا در دلیلشون طرفدار آقای آیت الله کاشانی بودن خب مصدق کاشانی با هم بودن خب اون روز هم مونه دسته که کاشانی با مصدق میونش بد شده کاشانی که بریم نداره اشرا بره ما شاه رو دوست داشتیم خون اون برای شاه رو تو خون اون شاه همون دوال دوا به ایشان کاشانی رو قبول داشتن نه مصدق البته تا نهم اسفند ما هر دو شما قبول داشتیم از کردم این خود تومار درست نمی کرد با خون خود نوشتیم از بازون که اون از لاهه میخواست کرد من الان اکثر تو کتاب هست مصدق رو پولم دارم من تو مجله با مصدق نبودم جناب جعفری اجازه بدید اینو خدمتتون عرض کنم در اون زمان در کشور ما قانون وجود داشت قانون اساسی بود دادگستری وجود داشت محاکمی وجود داشت برای رسیدگی به جرایم افراد یا مأمورینی مثل جناب عالی باید هم حاکم بودید هم مجری
هم شما حکم صادر میکردید نسبت مقدمی و هم مجری حکم بودید؟ ببین قرآن برم ما یاد وطن پرست بودیم هم به دین و اسلامسیان به شاه محبکت بودیم هرکی به شاهمون به وطن و بچه‌مون دوری میکرد هم خودمون قانون اینا محبکت بودیم بنابراین پس شما با همین لباس شخصی های رژیم جمهوری اسلامی و این مأمورین زرب و شست اینا هم همین استقلال شما رو دارد با تمر قطعی نکن چرا؟ همین رو دارد اونا رو قطعی نکن جمهوری اسلامی بعدش چیزی دیگه از آقاتون شاه و مملکت ما چیزی دیگه است در دوره شما کدومتون ناراحت کشید بودن شما چطور با مصدق کی بود درسته که کاشانی با طرفدار مصدق بود ولی شما هیچ نوع تاندانسی نسبت به ملی‌گرایی نداشتید شما فقط دنبال روی آقای کاشانی نفت میخواستم ملی کنن ما اومدید کشت دادید خواهرزاده من کشته هم نفت که میخواد ملی کنه و بسه شما کجا بودی؟ من؟ بله ببخشم از یاد کنم، من باید یک پاسخ به ایشون نمیده بدم شما یه وقت میتونم خلوش کرده بسید یه چیز و دیگه سوالی که از من کردی رو نگودم با تمدرس آنکو بیت خوجی نمیده بلاخره نتیجه این آها، الان یادم بود نه، اطمئن باشید که این کتاب سعی در زراعت نیست اینو مطمئن باشید ولی اگر که شما فکر میکنید با چاپ این کتاب آقای شعبان جعفری به تاریخ معاصر ایران پیوستن این اشتباه میکنه آقای شعبان جعفری در همان 28 مرداد یا قبل از اون در همین جریان سی ای تی و در 14 آذر ایشون به تاریخ ایران به تاریخ معاصر ایران پیوسته بودن در تمام نشریات کتابها هر مرد سیاسی که کتاب نوشته هر نشریه سیاسی که در مورد در اون دوران هر صفحه شو برام بزنید که آقای شعبان جعفری اینطور حالا به هر دلیل ببینید من این به عنوان نمیگم یا به عنوان قهرمان میگم یا به عنوان ضد قهرمان در کتابم رو من هدیه کردم به کسانی که زده قهرمان و قهرمان نمیخوام فکر کنم که دلیل قهرمان زده قهرمان اون روزنامه که میدشتن آن روزنامه که شعبان جعفری رفتن از شعب از جو کن مثلا تو مخشب کجا شعبان جعفری رفتن دانشگاه کجا در این تلفنانه باید بس اصلا در دانشگاه تمام این روزنامه آدم تعریف کن تو اصلا اینجا روزنامه باید چی رو تمام میدشت اینا ما خواستم یکی سمبول کنم و اصلا چهار فراش کنم من این قسمتی از کتابتون البته مصاحبه بسیار جالبه گفته بود بسیار شیرینه و در سنی هستید که 23 ساله بید کافه فردوسی تماشاخانه فردوسی و بلیت افتخاری جزئیات من یادمه در اونجا یه موضوعی رو شما مطرح میکنید که من احساسم اینه که واقعا نمیدونید چه بلایی داره به سرتون میاد یعنی دژبان ها جلو هم مأمورین عقب هم شما رو میارن توی دیابون بعد میگردید میبینید کسی نیست بعد میذارید میرید فرداش در روزنامه میبینید شعبان بیمخ کافه فردوسی رو به هم زد و از تماشاخانه از طبقه سایه پایین در این به نظر من خیلی جالبه یعنی مثل اینکه شما با اون صداقت و صمیمیت قلبی که من حس میکنم دارید داشتید علاقات شخصی و یه اتفاقاتی برای مثل این تولستوی میگه لون تولستوی یکی از نویسندگان بزرگ روسیه من مطمئنم که اسمشو شنیدید یا خوندید ایشون میگه تاریخ وقتی ما نگاه میکنیم که افرادی رو میسازه مثلا مثل ناپلیون، مثل هیتلر، مثل فلان که اینا موقعی که به آخر زندگیشون میرسن و پیر میشن آدم میره میبینه واقعا اینا هیچی نیستن جز مثل همه انسانهایی که پیر میشن ولی اینها رو تاریخ میسازه یا یه مشیتیست از بالایه قدرتیست که خود ما هم نمیدونیم توی جریان میدونیم نظر شما در این مورد چیه؟ من چون خواستم یه اطلاع بیدونیم شما واقعا آگاه هستید اون چی که به سر نبرای من شد خیلی من گفت من نبرای شما تنها نیستید
میکنم پولیتیک ایشون دارن این هست که گاه جریان های تاریخی یک فرد رو در یک مسیر قرار میده که وقتی خودش هم برمیگرده به اون مسیر نگاه میکنه میبینه که اصلا نمیدونه چرا این راه اومد. آیا شما یکی از این افراد بودین؟ ما فهمیدیم دیگه از این کمپین رو که دارن رو نمایش بدن دارن برای شان هم نمایش بدن اون موشی محبوبین ها در جای کمونیستان بودن برای شان هم نمایش بدن و شان مصدران جزوه اینا بود؟ بود حکیم مصدران نه اما کنگرشت رسول مدارا حکیم المر قضیه ما که خیلی قبل است اونم تو دعوت داشت بله اونم تو دعوت دشمنی داشتن و شاه من شامل مسلطه میشه بعد خب همون داشتن مگه این فیلم نداشتن این داشتن که این جوز پسر شاه نمیمونه که من با احترام با نام تمام شهدایی که به خاطر آزادی عقیده و اندیشه در زمان چماقداران در زمان شاه به دست چماقداران چون شما و اکثر شما رو و در زمان خمینی در جمهوری اسلامی به دست بقیه که امروز داریم میبینیم که چیز میشن صحبت هم شروع میکنم. شاید صحبتی نداشته باشم چون به هر حال تاریخ نظرات هم است و انسان ها با خوندن تاریخ قضاوت میشینن، ولی میخواستم و خوشحالم که به خاطر اون شهدا امروز بعد از سه روز تلاش با خودم به اینکه آیا به این جلسه بیام یا نیام حداقل این آزادی رو از اون شهدا یاد گرفتم که امروز اینجا باشم و صحبت شما رو گوش بدم. شاید تا صبح فکر نمی‌کردم کار بتونم انجام بدم و باز خوشحالم که من اینو یاد گرفتم. نمی‌دونم به هر حال شما با کارهایی که در طول تاریخ کردین و خیلی با افتخار ازش صحبت می‌کنین چی یاد می‌گیرین از این جلسه‌ای که با ما خواهید داشت. من خواستم بگم که در یک هفته گذشته یک قانونی قرار رد بشه که در دنیا بعد از این و امیدوارم که این قانون تا یک سال آینده رد بشه که در انسان‌هایی که به افراد که در جوامع مختلف در کشورهای مختلف به انسانیت و به انسان‌ها جنایت میکنن یعنی دست به جنایت میزنن مورد محاکمه قرار بگیرن در دادگاه در این دادگاه من اسمشو هنوز نمیدونم دیشب روی CNN به اصطلاح صحبت ریاد زیاد رجوعش بود. من میخواستم ببینم که آیا شما اگر زنده بودین و به اون دادگاه اظهار شدین و مردم اونجا به هر حال شکایت داشتن خیلی هایی هستن که بچه هاشون به دست شما و امثال شما ها کشته شدن و اونجا بعد شما حاضرین در اون دادگاه هم با شجاعت تمام به ایمانی که دارید به نظر من ایمان داشتین به کاری که میکردین و بدبختی همینه که ایمانه که آدم‌ها رو بدونی که بدونن دوست دارن این کار رو بکنن یا نه میرن میکشن همون جوری که ایمان بود که هواداران رژیم خمینی رو به جایی که گوسفند بذارن بره مینا رو چیز بکنه انسان‌ها رفتن رو مینا که کشته بشن تا ببینن این مینا کار میکنه یا نه اون ایمانه که ماها رو به این کارا وارون داره و متاسفانه همیشه ما با ایمان کار کردیم یعنی هممون چه چپ چه راست چه اونایی که با منطق این کارو میکردن چه نمیکردن با ایمان رفتیم جلو با ایمان به اعتقادمون به دیدگاهمون. من خیلی دلم میخواست دیشب تا حالا همش داشتم فکر میکردم که ای کاش این دادگاه به زودی تشکیل میشد البته همه فکر میکردن این دادگاه 50 سال طول میکشه خیلی دلم میخواست بدونم که اگه این انجام بشه باز شما به جای دیگه فرار خواهید کرد یا در این دادگاه شرکت میکنید و میخواین که به رسیدگی بشه چون تمام کسایی که کشته شدن بدون تشکیل هیچ دادگاهی کشته شدن و شما اگه تو اون دادگاه مجازات بشین حداقل مردم خلق ایران مردم ایران به شما اجازه رو دادن که دادگاه واسهتون تشکیل بشه و تو دادگاه واسهتون تصمیم بگیره و شما حاضرین شرکت بکنید یا بازم مثل گذشته که به هر حال به هر دلیلی که اومدین بیرون به هر حال نمونید که مجازات بشین حالا یا به وسیله مردم یا به وسیله نیروهایی که امروز هستن که همون کاری رو دارن میکنن که شما دیروز کردین و دارین میگین نه اونا با ما فرق میکنن فرق نمیکنن اونا هم برای آزادی اینا هم الان آزاد اندیشا رو دارن میکشن اون زمان شما هم آزاد اندیشا کشته میشن و شما از کسی دارین پشتیبانی میکنین که تمام اینا رو کشته و به هر حال این بخشی از تاریخ که نمیتونین فراموشش کنین و نمیتونین بگین
چون من خودم دوستای بسیاری رو داشتم که کشته شدن. به دست شما کشته نشدن، به دست کسی کشته شدن، به دست سیستمی کشته شدن که شما امروز با شجاعت ازش کشته شده. چی میگی؟ نه، اون کمونیست ها در دوره یه در دوره چی ها کی کشته شده؟ من کمونیست باشم، به هر حال من بلوانی شما میری کشته شدن، ما کشتی، مفهوم شده. ببین اون وقت این همه مردم کار آمده داشتن زندگی، اگه ما کسی کشته بودیم صد اون رو گرفتن کردن و بودن. چرا شما محفوظ بودید؟ چجوری شما رو میکشتن؟ کجا محفوظ بودید؟ چجوری شما رو میکشتن؟ شما لشکر داشتید؟ بود بنکارهایی که بیرون میکردید؟ شما الان دارید میگید من آفاز تبا خود شما زد یا قرارات برمیگردن؟ حرفات داری میشین حرف میشکن من حفظن نیستم ولی شما ببین اون دوره این حرفا نبود هیچ جمع هیچ چیز نمیکشت یه نفر زد تو خیابونه هم یه چهار نفر کشت از همه کمونیست ها زد چهار نفر کشت وقتی گرفتن بردن شده دادگاه حکم اعدام شده بعد بردن دادگاه ترجیح نظر حکم اعدام دادگاه رو ابرام کردن دیوان عالی کشور یه عده پیرمرد نشستن بازی محترم اونا هم ابرام کردن بودیم بکشن بردن پیش شاه خدا بیامرز گفت هم اگه این محترم محترم بشده نکشتیمش اون موقع اینجوری خانه بزن سینه دیوار صداش مگه اینجوری داره سوری بزن سینه دیوار خانم راحت نمیکنه به نظر من شما خود من از خود من گفتم مثلا من به گذشته تاریخ شما خود شما الان سن سال شما فاطمی رو کشتم من سن سال شما نمیرسه چرا مثلا آخه یارو اومده میگه که شعبان جعفری روی تانک نشسته بود دو تا افسر هم دادش که تو خیابون استانبول اینو میزد اونو میزد من جانبی بودم برم سوال کنم من اصلا بیدیم خود شما رو توی جلسه پاسم بودم به دوش شده آخه ببین پدر من شما همه جون هم یه سینی همه جون خودم رو یک میگیم این کمونیست ها همین کارشون اینه همین کنتو میگن اینجا رو حفظ کرد شاه پشت شما حفظ کرد شاه نداد شما برای مشنه کرد تشنه کرد فلان کرد ایسان بعد از این میپرسن که خب شاه حفظ کرد رو تاینگی کار رو کرد چند سالته؟ تو 35 سال تو 47 سال بیشتر 28 مرداد بوده تو شما اونجا تو کنی نه 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 تو شما اونجا حضور شما مصرف داخل حوزه ایران داره ها اینجا کشور آزاد هست با. هر کسی میتونه هر دینی داشته باشه هر مسلکی داشته باشه هیچ کس شما حق ندارید به کسی توهین بکنید بگید تو کمونیستی تو سوسیالیستی تو ملی هستی اگر که یک کسی به این طور که شما داریم که آزادی بیان اعتقاد داشته باشن یک کسی به یک کسی به کمونیستی که توهین بشن کرده بود اگر کسی به کمونیستی اعتقاد داشته باشه شما الان رو میگید آزادی بیان ایشون که فحش ندادن گفتن شما کمونیستی توهین نکرده کمونیستی که بد نیستش که همین عرض میکنم نه شما دارید که چه توهین میکنی به خانم یک کمونیستی که توهین نیست ولی اصلا اجازه بدید اجازه بدید من یه استفاده میکنم جلسه رو به بحث دو نفری و سوال و پاسخ و وسط سوال صحبت این که یکی بکنیم این وقت باشه ایشون دارن جواب خانم رو میدن ایشون بید صحبت چون خانم بشه اگه شما صحبت داشتید حتما پوش میدید و به ترتیب جلو بدید که شروع نشه آیا جان فرید ادامه بدید صحبت برای خانم بشه جواب خانم بده من فقط گفتم که من از صحبت خود شما تو این جلسه استفاده کردم یعنی از هیچ من از نه استعداد استفاده کردم نه از چیزایی که خونده بودم نه از چیزایی که احیانا داستانی که تعریف شده به وسیله افرادی که به هر حال آدم تو پروسه زندگیش باشون میشه من از صحبت خود شما من خود شما استفاده کردم شما گفتید من علکی حرف زدم من نزدم من حرف زدم من رو زدم چیزی که نه خیلی کار میکرد نمیتونم حرفم رو بخورم که خیلی کار این مرام مسلک من فقط استاد این مرام منه کار خوبی کرد مرام هم نیست که من شاه منزل دوست دارم علاقه بهش دارم هر کی چه حرفی هر چی بگه جوابش میدم اینجا هم باشه میدم جهنم هم باشه میدم اونم باشه میدم من علاقه دارم باشه شما تو اون دادگاه شرکت خواهیم کرد که اگر اون دادگاه تشکیل بشه انشاءالله اون دادگاه شرکت کنم بعد چند بار اشاره به این شد که شما کشتید یا به قصد کشت رفتید آیا این درسته؟ اصلا شما توی این صحبت هایی که میکنید من به دوست دارم مذارت بخوام من از کردم من چاقو کار دستم نگیرم بله احتیاج نشه من چاقو دستم شما دار دنبالم نبوده این حرفا نبود جای دیگه ایشون
دوست عزیز ما از شما پرسیدن، شما اشاره کردیم که من نهم اسفند رفتم به طرف منزل مصدق که از او بخوام که بره به دربار. بعد ایشون گفتن که شما به قصد کشتن مصدق رفتن، شما گفتین بله. آیا اونو متوجه شدین این سوال؟ نه مصدق، من گفتم نه. گفتیم رفتیم مصدق رو بیاریم. نداریم به شما بریم. ساعت گواردیان گفتن برید اونجا. ما اونجا سخنرانی کردیم. کنیم هایی هم را جمع شیم بریم در خون مصدق. مصدق میرم نداریم شما بریم. چون میخواستم این روشن بشه. نه من خونه اصلا ما مصدق تو خونهش میدارستم. آشنا بودم. اصلا روز سانسیه تیرم ما آوردیشون کشته بود. واسه مردم صحبت کرد. تا با حال شما کسی رو نکشتید. نه فقط این رو روشن کنید دیگه، چون آخه یه بکشیم خداوند اون بالا حالا هیچ کی نبینه اون جون بالا درسته. پس چرا میخواید قبول کردید که محال کسی کسی رو بکشه تو خونش ما مال خان؟ نه این حرفا رو اگر نداره که برای شما پیش اومده اون روزی که در مقابل دادگستری اتفاقی که برای دکتر فاطمی افتاده و گفتن من زدمش، دکتر فاطمی اون روز کشته نشده، دکتر فاطمی مجروح شده، بعدن دادن محاکمش کردن و دولت حکم اعدامش رو داده و اعدامش کرد. و ایشون معتقده که مجروح هم نشه، فقط یک کتک بوده. نه اصلا دکتر فاطمی قبل از اینکه ایشون کتکشون بزنن، دکتر فاطمی زخمی شده بود، تیر خورده بود در هنگام دستگیری. دکتر فاطمی مرحوم دکتر فاطمی زخمی بود موقعی رو که بازداشتش میکنن با برانکار میبرن توی جلوی پله های شهربانی. اجازه بده، موقعی که تیر مرده بود دو سال پیشترش بود عبد خدایی که الان وکیل خمینینا عبد خدایی با تیر زدش. اون موقع قرودی که گرفتم بردنش برای و سالم هم بود و خالای مقبر برای قبل احمد مسعود رفته بودن برای تدفین احمد مسعود. اون موقع تیر خورد در ماجرای در ماجرای این بار تیر نخورده، ولی این که شما میدیدم درسته. یعنی در دادگستری موقعی که گرفتش محاکمش کردن تحقیقات به تمام این موارد اشاره شد. یعنی قبل هم خود آقای جعفری هم گفتم قبل از که از این اطلاع بیارنش با اینم زده بودنش، یعنی شما درسته، ولی دو تا حادثه رو با هم دیگه شما قاطی نکنید. ران کارد اینا و اصلا اون قضیه مال اون موقع نه، ولی مسلماً ایشون در حمد آده خبرگار هم میکنن که در اونجا بودن و من خودم هم چرفتن میدن ایشون زدن با اون و بعدن هم به اون وقت ایشون زخمی شد. حالا میگه من نزدن دیگه خیلی ببینیم. ایشون هم یک کفا واشتاده بود که من اعدام کنم. واشتاده بود که من اعدام کنم. چی؟ همون فاطمی. نه همه خیال من فاطمی طرفدار مصدق بود. فاطمی اصلا کمونیست ها درست کرده بود که برق و برگرد و شاه رو رد کنم. گفتن شاه رد کردن سخته، ولی مصدق رد کردن آسونه. بسید ما مصدق رو بیرم شکار که ما این انگوشتاشون چیز میزدن اونجا که رفراندون دارن که مصدق اومد به جمهور بشه. بعدا با همون انگوشت وقتی برق برگشت با همون انگوشت رو رد کردن زنده بود شاه. اما شما با این اعتقاد نداری؟ با این اعتقادی که نسبت به این افراد داری فکر نمی‌کنی واقعا نمیشه قبول کرد که بعدا شما که بنده نزدن؟ نمیشه با چه زیمه؟ من نزدن، با چاقون نزدن. من نزدن. ببین اگه من دادم ضعیف بودن، من نزدن. به من زدن، ولی با چاقون نزدن. من چاقون دستم تو نگرفتم. اگه میخوام من تعمیل کنیم تو آمدیم. اجازه بدیم. مصدق هیچ وقت نه مخالف شاه بود، نه قصد ریاست جمهوری داشت. مصدق یک مرد با ایمانی بود که قرآن قسم خورده بود به شاه که من سلطنت رو حفظ میکنم. متاسفانه چون شخص علازد و مهمی میخواستن به جای سلطنت حکومت بکنن و ایشون از همون زمانی رو که در شهریور 1320 در مجلس نطق کرد و به اشتباهات پدر خودش اقرار کرد و گفت من قول میدم به مردم ایران که قانون اساسی رو حفظ کنم، از همون زمان مرحوم محمد رضای پهلوی شروع کرد علیه قانون اساسی مشروطه اقدام کردن و در 21 آذر هم یک سال بعد از سلطنت خودش داستان و واقعه 17 آذر مجلس پیش اومد، مجلس رو غارت کردن با پولهایی رو که علازد و مهینی به عباس مسعودی مدیر اطلاعات داده بود و چکش هم در روزنامه های همون زمان چاپ شد که علازد و مهینی چک کشیده بوده برای این کار. و بعد هم بلافاصله هر چند سال یک بار مجلس مؤسسان قلابی درست کردن
و قسمتی از این قانون اساسی رو سندون بریدن و به نفع خودشون و حق از دل نسب وزرا رو به خودشون دادن، حق انحلال مجلس رو به خودشون دادن و نتیجتاً به قول مرحوم امیرانی از مشروطیت فقط شروطش رفته و میتش باقی مونده. آقا شما همه روزنامه رو برنا خوند یا نوید کیا به شما رو دید؟ بله، من خب پاسخ شما رو به اصطلاح برخی از دوستان شنیدم و همونطور که خودتون اشاره کردید اونجاهایی رو که حقیقت داره با جرأت اعتراف میکنید که این کار رو کردید، که من این صداقت رو تحسین میکنم به دلیل اینکه همونطور که خودتون گفتید خیلی ها این کارها رو میکنن و بعد هم زیرش میزن. اما سوالم از شما این هست که اگر مثل هر ایرانی دیگه شما هم برای ایران الان یک آرزو بخواید بکنید، آیا آرزو میکنید که در ایران وطن پرستانی مثل خود شما که خودشون هم حکم صادر کنن هم مجری باشن و هر جایی که مملکت رو و حکومت رو در خطر می‌بینن اصطلاح با استقلال نظر خودشون حتی اگر صدیق هستن عمل بکنن و مملکت رو و حکومت رو حفظ کنن، یا آرزو می‌کنید در ایران یک روز قانون و پارلمان و دادگاه و رأی جای این بنشینه و مردم در پناه قانون امن باشن نه در پناه لوتی‌های محله؟ ما یه اونفر یه نفر بود حکم صادر میکرده مثل ماها که شما میگید حکم صادر میکرده مثلا میزه یه نفر بود، ولی الان پنج میلیون نفر حکم صادر. نه، آرزوی شما چیه برای ایران؟ نه جدیدن میگم آرزو همه ما اینه که این نسل آخون از این منفیت برشیده آخون میبینی شما عرض کردم من اونجا داشتم سوال که پیشون ندار خدا بیامرده من یه قاتل شعار نبرمن پیشش وقت خوب بخت میدهش شما با اجازه بده گفت قاتل منی من تو رو میبرم، ولی اگر قاتل ملت معمولی تو رو نمیبخشیدم هیچ وقت اون دوره نگوین شما دارا این بخشار تو این حرف هایی که اینا میزنن. نه آقای جعفری، سوال من اینه که آیا ملت رو باید به بخشایش و بزرگواری های فردی سپرد یا به اصول قانونی و پارلمانی؟ آخه این شما پارلمان شما داریم میگید ما یه قانونی باشه یه پارلمان ما اینا رو از اولش هم قبول داشتیم، ما قبول نداشتیم، ما قبول نداریم، ما که با اینا که نیستیم، که اینا یه آدم های بیرم و بیانصافی هستن مردم زنجان مستقصر بوده اون زمان این حرفا نبود، این بحثات ها نبود، این کشت و کشتار ها نبود، اینقدر کشت و کشتار نشد، هر کسی آزاد بود، راحت بود، مردم حالا میان پشت این رادیو به رضاشاه پشت بودن، خدا بیامون رضاشاه ما سزرت اول نداشتیم، تحصیلش هیچ نداشتیم، دیپلم نداشتیم، هیچی نداشتیم، آب این لحظه هم میاد میاد که این جوها میرفت به خونه ها دادن، ما باید بریم مزرعه رو دیگه خودمون یه حرف بزنیم، ننه اونو چهربت چهربت شده برو دیگه زیر شیر خاک شیر ها تو بوزه نمیاد، یه همچین بعضی بود، حالا میاد پشت رادیو پشت بوده رضاشاه همچی کرد همچی کرد مملکت خراب که بیچاره کرد، مملکت هیچی توش نداشت، تحصیل شیش دیپلم نداشت، هیچی ما نداشتی. همه جان من یه نکته رو می‌خواستم اشاره کنم به موضوعی که شما گفتید.
در مورد این بعد ولی که من فکر می‌کنم که یکی از خطراتی که وجود داره همیشه اینی که اگر که آدم در مورد بعضی از افراد یا در بعضی از چهره‌ها بیش از حد بخواد تعصب نشون بده چه از این جهت چه از اون جهت خطرناک. من فکر می‌کنم داوری عادلانه بهترین کاریه که انسان می‌تونه بکنه. شما من یکی از کسانی هستم که فکر می‌کنم یکی از وطن‌پرست‌ترین انسان‌های تاریخ معاصر بوده محمد مصطفی. ولی هرگز نمی‌گم که هیچ لغزشی و یا هیچ خطایی نداره. دلم می‌خواد که کسانی که طرفدار دارن دکتر محمد مصطفی بلا گرمتون میشد. داریم راجع به این حرف میزنیم که اسرائیل ها تعصب دارن راجع به چیز میگن. خیلی ممنون آید سرشار از بسیار من نوش جونتون خیلی بسیار بسیار You very welcome نوش جان. اونو احساس نکردن هم تعصب دارن که از پدر مادره بهشون برنگوش کرد. خیلی بامزه شد اون یه تیکه. حیفه هر الان روی چیزته روی نه الان نه الان روی این حالا رو ویدیو عجب اسپیچ طولانی دادن. نه اسپیچ خوبی بود documentation proposed. اونا مدرک نگیرشتون دارن پش پش میدن. اینجوری میرن برای هر قضا سرد میشن. خوبه داما خوما خانم ایتواز اوکی اینجا دو تا بلندگو داری فقط؟ چهار تا. آها برای این نفر سمات سراوند خوبی میده. اگه هر چی که اینجا میده مثل برده. آقای سرشار به خاطر اینکه این منظره این ساعت منزل شما اینقدر قشنگ بود من یواشی کامرا رو دزدیدم و آوردم بیرون که این زیبایی رو رکورد بکنم و انشالله اون چیزی که رو فیلم خواهید دید همون چیزی باشه که چشم آدم میبینه برای اینکه بسیار بسیار این رنگا قشنگه. خب حالا میتونین صحبت کنیم. حالا فیلمه رو که گرفتی بسه ببینیم.
داری شمال کبابی ولی نمیخواد خود بخوری میگه کباب خوب بخوری از اول دو بازم کباب خیلی ممنون که از ما عکس میگیری خان خانم یاسی جون داره زحمت میکشه یه نطق قرارایی بکنم بفرمایید خانم خانم نوبت شماست ما رفته بودیم به چیز رفته بودیم نیویورک این آقای دوست همین آقای که ازش از برداشت میگرفتم آقای صفایی که آدم بامزه اینوسی مرد حسینیه ایرد صفایی نه عموش عمویه شکرالله بعد شب نشسته بودیم اونجا همش گفتش که تو باید با این چیزه با این عقل خونه تو نصیحت من بودم بودم آقا حالا اگر که تمام اون داستان رو بگی که این امام حسین دیوانه خر رفت اونجا خودش بی خودی با چهار تا آدم با یه گروه جنگید و اینا آخوند جاهله راستش رو گفته نه اون هفته دو تا ماله اون حوریان بهشتی هرم کن نه تو تاریکی شد شما بلند میشه میبینه فقط عبدالتو در بودم اولش خیلی جمعیت بود این هفته دو دوستن که با شفتن جمع اونم گفته اینا کسخل بودم این فارت هفته دوستشم کشته شدن که بهشون میگن یادان رو راست گفتن وای Thank you.
یک ثانیه عکس نگیرید. یک ثانیه بذارید. گرفتم ازت. حالا باید نشونیدم. آره خودم دارم. کسی نداره. کسی نداره به چسمه. خیالتون راحت بشه. اونجا هست یه مقوا بردار خانم دقیقان سلام مرسی شیرین جان مرسی قربان شما اولین بار میخواییم شما رو بکنیم این آقای یربان یکی از فوتوگراف های بسیار مشهور مملکتمونه Thank you.
سلام، حالت خوبه؟ مرسی فرهاد خان. نوشتن این کتاب نقش من به عنوان نویسنده این کتاب فقط یا پیش خودم رو شریک بکنم به یک دوربین فیلمبرداری یا یک ضبط صوت. هیچ نوع تفسیر و تعبیری در نوشته های در صحبت های آقای جعفری نکردم. هر چه که ازشون پرسیدم و هر پاسخی که دادم رو نوشتم. تنها کاری که خودم به عنوان نویسنده وظیفه خودم رو احساس میکردم که این کار رو بکنم اینه که گفته هایشون رو با سند و مدرک های موجود مقابل میده. این کتاب در حدود 50 خورده سند توشه، حدود 150-60 عکس تاریخی توشه، بعضی این عکس اصلا چاپ نشده بوده. یه تعداد زیادیش مال آرشیو خود آقای جعفری، یه تعداد زیادیش رو از کتابخانه جمهوری و بعضی کتابخانه های دیگه و اسناد CIA و اینا گرفته. خودشون و یارانشون خیلی کمک کردن من که بعضی از اسناد پیدا بشه. کسانی که یار آقای جعفری جعفری نیستن و دل خوشی ازشون ندارن، اونها هم کمک کردن که یه سری از اسناد رو من اینجا پیدا بکنم بدارم.
جعفری در این کتاب هم سندهای موافق آقای شعبان جعفری و هر موضوعی که در موردش صحبت کردن با توجه به خود سند که تو کتاب وجود داره در پیدایش کتاب هست خواننده کنجکاو و یا پژوهشگری که این کتاب رو بخونه میتونه حقایق از نظر این کتاب درک کنه. امید من این هستش که کسانی که این کتاب رو دست به دست میکنن نهایتا بعد از پایان این کتاب در بعضی از بخش‌های زندگیشون یا گذشته‌شون می‌بینید در این کتاب بخونید چند کس از خیلی زیاد نیست مثلا چند مثال بزن در مورد فدایان اسلام بخشش سکوت کردن و گفتن دارم نمی‌خواد این کتاب و اینو می‌ذارم برای جلد دوم کتاب فرصتی دیگه چون می‌خواد که احتمالاً یه بخشهای از اسلام کتاب رو احتمالاً بعد از مرگش انجام بشه ولی هنوز با وجود این یکی از سندهای این کتاب که حقایق مربوط به 2023 مرداد رو از دید کسی که در صحنه اون حوادث بوده و حضور داشته مطالعه کنن مسائل رو روشن میکنن که برای بسیاری روشن نبوده. خیلی ها ممکنه با شنیدن نام شعبان جعفری و کتاب نوشته هما سرشون این کار برشون فکر که شعبان جعفری چی داره شعبان جعفری مهمی از این کتاب در مورد ارتش باستانی ولی بخش مهمترش مسئله سیاسی است و وجود ایشون در عرصه سیاست کشور ایران در 50 سال گذشته و قبل از اون اصولا چطور سیاسی شدن چطور وارد صحنه سیاست شدن حضورشون در رویدادها و وقایع 14 آذر 1330 در 30 تیر 1331 در 9 اسفند 1331 و 28 مرداد 1331 یعنی حضور فعال در 3 سال پر از آشوب تاریخ مصر و بعد از این هم همه ما می‌دانیم که شعبان جعفری با درست کردن باشگاه جعفری و زنده کردن ارتش باستانی و جور دادن ارتش در صحنه بوده تا چند سال از 15 ورزشکار باستانی کار جوان کم تجربه ایشون شروع کردن به بودن در مراسم چهارمقابان آخرین مراسمی که آقای شعبان جعفری چهارمقابان حضور کردن 1600 ورزشکار باستانی کار که همه تربیت شده با لباس مرتب با قدر مرتب اونجا برمی ایشون البته این مال 4-5 سال قبل از انقلابه شما بخش باشگاه جعفری رو که ببینید میبینید که دستهایم در کار بود که رابطه آقای شعبان جعفری رو با دربار و آمده باشه خیلی بهشون وفادار خیلی خیلی زیاد وفادار بهش به شما قطع بکنن و این کار رو بکنن به زنده ها و یه بخش های انتقادی در مورد این که سیستمی که کار میکرد قبل زنده ها چطور رو چی شد که این اتفاقا بکنه و چطور با شما اطرافی این شخص زدن هست ولی در سر سر کتاب شما وفاداری محض و بدون قید و شرط شعبان جعفری رو به سلطنت پهلوی و به نام رضاشاه پهلوی و رضاشاه پهلوی میدونید و تأسفش از این اتفاق افتاده در مورد حضورش در صحنه انقلاب اسلامی حضور خیلی کوتاه مدت و سریع برای اینکه به باز به دستور شاه و به خواسته شاه ازش خواسته میشه که کنار بره و به صحنه نباشه و در اون مورد صحبت میکنه و بعد هم بخشی از کتاب خاطراتش بعد از این که ایران خارج میشه و مدتی در ترکیه لزومه به مبارزه میپیونده و بعد در آلمان و بعد در اونکه در اگه دوست داشته باشیم من فقط یه بخش کوتاهی از پیشگفتار رو برای شما میکنم که شما رو به متن کتاب راهنمایی میکنید. شعبان جعفری را برای نخستین بار در 15 جولای 1986 در لس آنجلس دیدم. پیکری تنومند، ریشی انبوه و صدایی رسا داشت.
هنگام اخوال پستی چشم به زمین دوخته بود که نگاهش با من زن غریبه برخورد کرد. هم این راه گریزی شد تا نگاهی گره من به دوستی که او را همراه خود به خانه ما آورده بود بیندازد که شبانه جفری اینجا چه می کنند. مثل بسیاران ایرانی باید ندیده بودن شناخته ای از او گریزان بودن و شد که به نشستن در کنارش احساس نمی کنند. ارتباط ها همه در معنی نگاه ها، گردش چشم ها و حرکت ابرو ها بود و کلامی نبود. همسرم چون همیشه با نگاهی گفته مرا به آرامش کن. در فرصتی که دست داد رو با او صحبت کن پشیمانی می شد. پیش خود فکر کردم شعبان جعفری چه دارد که بگوید؟ چه می تواند بگوید؟ همه چیز را دربارش گفتند و نوشتند. باعث و بانی بیلیت های امریکای انگلیسی 28 میلیون. باعث و بانی صعود دولت ملی رضا محمد مصدق تا 30. آن شب در طول دو ساعتی که شعبان جعفری همراه چند مهمان دیگر در حیاط خانه ما نشسته بودند، روی صندلی جابجا می شدم و آرامش نداشتم. با خود در جدال بودم و همزمان کنجکاوی روزنامه‌نگاری دست از سرم برنمی‌داشت. به او با فاصله گوش می‌دادم و زیر چشم می‌گذاشتم. گرم کردنش کار ساده‌ای بود و در این زمینه دوستانش یاد طولانی داشت. از او خواستن چند خاطره تعریف کنه. هنوز خاطره اول به پایان نرسیده بود که نگران از دست دادن فرصت دوان دوان به داخل خانه رفتم، ضبط صوتم را برداشتم، روشن کردم و مقابلش گذاشتم. پرسید چرا ضبط می‌کنم؟ پاسخ دادم برای یادگاری. حرفی در ذهنم جای گرفته بود که اول شب دربارش حرف نزدم. خاطرات شعبان جعفری باید نوشته شد. یکی از مشهورترین شاهدان زنده 28 مرداد که هنوز لب به سخن نگشوده. مردی که بسیاری از او حرفی نقلی یا خاطره دارد و کمتر ایرانی میتواند در مقابل شنیدن نامش بی‌تفاوت باشد. آخر شب قبل از اینکه مهمانان به ضبط فرهنگ لوتیگری یا جنوب شهری که امیدوارم پژوهشگران مردم‌شناس هرچه زودتر به این نیز بپردازند. در قبال انجام این مصاحبه با شعبان جعفری دو پیمان بستم که به آنها سخت باور کنم. نخست آنکه باوی در نهایت صداقت رفتار خواهم کرد و به او نارو نخواهم کرد. دو دیگر آنکه قول دادم از آرشیو شخصیش تا آنجا که در توان دارم برای شناساندن ورزش باستانی، آیین زورخانه و پهلوانی بهره بگیرم. امروز هر دو این پیمان را گرامی داشتم. درباره پیمان نخست، آنچه در سراسر کتاب می‌خوانید جز همان که خود شعبان جعفری به من گفته نیست. هرچند اینجا و آنجا او را چالش کردم، ثبت و ضبط پاسخ‌ها و گفته‌های جعفری نشان موافقت یا مخالفت من مصادره کننده نیست که در روایت حفظ امانت کنید. در مقابل اون نیز با من پیمان بست که هر آنچه را پاسخ می‌دهد این واقعیت باشد و آن پرسشی را که نخواهد پاسخ ندهد. آیا اون نیز به این پیمان وفادار مانده است؟ دوست دارم چنین فکر کنم، ولی شمای خواننده آزادید که برداشت خود را داشته باشید. برای بسیاری از آنچه گفته است دنبال مدرک و سند می‌شوم. تا آنجا که می‌شد به آرشیوها، مراکز اسناد و کتابخانه‌ها سر زدم و از راهنمایی‌ها، گفته‌ها و نوشته‌های دیگران سود بردم، ولی جاده همیشه هم صاف هموار نبود. با موفق به پیمودن همه راه نشدم و به دستاندازهای برخوردم. چرای شوشن است. بعضی صفحات خاطرات ریختگی دارد و بعضی تاریخ ها گم هستند. تا آنجا که توانستم اینجا و آنجا پای صحبت شاهدان دیگر نشستم، ولی برای پاره از رویدادها دستم به دامن شاهدی نرسید. مقابله کردن همه گفته ها با سند و مدرک امکان پذیر نبود. تا آنجا که میشد رفتم و باقی مانده را به شمای خواننده می سپارم، شمایی که در طول کتاب با شعبان جعفری به سفری طولانی خواهید رفت و تنها به گوشه‌هایی از زندگیش از دریچه‌ای که خود وی آن را گشوده است راه خواهید یافت. اثبات روایی و ناروایی گفته‌ها با پژوهشگران، شاهدان و دیدبانانی است که به دور از هر گونه پیش‌داوری شور بازیگری تاریخ معاصر را در سر دارد. اما درباره پیمان بعدی، پیوست پایانی کتاب واژه‌نامه ورزش باستانی به روایت جعفری از لابلای آرشیو شخصی خود وی که سالها در روی یک کوکی مقبایی بزرگ در گوشه اتاقش نشسته بود در آمده است. امیدوارم حق مطلب بشه. شیوه تحریر نوشتن کتاب تعامل خاصی داشتید؟ بله. سوالهای خودم رو به زبان کتابت نوشتم. پاسخهای آقای جعفری رو به زبان روایی. این همون نحوه بود سخنی که خودشون بود. بسیار سخت بود. شیوه سخن گفتن آمیانی جنوب شهری به قول خود آقای شعبان جعفری چون احساس کردم بخشی از این، یعنی با انجام این طوری با انجام این کتاب شاید بتوانند که این نحوه سخن گفتن و شیوه بیان رو هم از سخت بکنم.
آقای جعفری شیوه خاصی صحبت کردن خودشون رو دارن، کلمات بعضی از کلمات رو به درستی و با واژه‌ای کتابت شده بیان می‌کنن، ولی در نوع اصطلاحاتی که به کار می‌برن و کلماتی که به کار می‌برن شما اون فرهنگ جنوب شرق عامیانه و لوتیگری رو می‌بینید. و در یکی از فصل‌های کتاب من بسیار از کلماتی که برای ما خود کلمه آشناست ولی معانیش رو نمی‌بینیم ازشون مفهوم شد پرسیدم، بهشون بیان کردم که چرا این کلمات رو به کار می‌برن و معنیش چی، فرق مثلا تلکه کردن با حق گرفتن چی، اینا رو از خودشون پرسیدم و اینا رو ثبت شده. با توجه به اینکه وفاداری شما رو به اینکه در دل شده به شما باز کرده حفظ کردیم و وفاداریتون رو به قلم و بی‌طرفی تحصیل حفظ کردیم که من تحصیل می‌کنم، یک موضوع اینجا هست که آقای شعبان جعفری وجه عمده شهرتش روش باستانی نیست، وجه عمده شهرتش خشونت سیاسیه، چیزیه که امروز ایران و مردم ایران ازش رنج می‌برند. همون شیوه لوتی‌هایی که حمله کنن و باچه‌ها با اینا الان داره مردم ایران رو واقعا به ستون آورده. این سابقه، این موضوع از همینجا شروع شده، اگه قبل هم بوده یا هرچی، ولی این ریشه این آفت از همینجا شروع شده. در مورد خشونت شما چه سوالی ازش کردید؟ اینکه به عنوان یک انسان چجور نگاه می‌کنه خشونت‌هایی رو که او انجام می‌ده؟ در بخش از کتاب من از آقای جعفری می‌پرسم که اتفاقا یه بخش مهمی کتاب به فصلی اختصاص داده شده که محل زندگیشون، محل بار آمدنشون و آرام شدنشون رو تعریف می‌کنه. دوره‌ای از تاریخ ایران که خیلی قبل از بیستنشون رو ایجاد بوده، البته شما به خاطر نداری به خاطر در روزنامه‌ها به خصوص روزنامه باختر امروز که مرحوم دکتر فاطمی سرداری می‌کردن صفحه به صفحه حوادث اختصاص داشت که من چند نمونه از اون رو در این کتاب آوردم. واقع‌کشی، غمه‌کشی و پشت به کشتار و عمومی نمایی کردن همگی در محلات مختلف رایج شده بود و هر شب در صفحه حوادث این که یکی به یکی دیگه چاقو داده، یکی دیگر کشته، کشتارهای ناموسی به خاطر زنان و زنان محل رایج بود. و بعد آقای جعفری به این نکته هم حتی اشاره میکنن که اگر در محلی کسی به خاطر حفظ ناموس افراد اون محل، خانواده، زنان اون محل، مرد مزاحمی یا کسی که اذیت میکرد و یا کار خلاف رایج انجام میداد چاقو میخورد یا حتی کشته میشد، اون انسان در اون محل از نظر اهالی محل یه قهرمان بود به دلیل اینکه حفظ ناموس محل بود. بعد قانونی آمد که چاقو کشی رو خواستن جلوی چاقو کشی بگیرن چون اصلا از حد قوانین مدنی داخل شهر دیگه تجاوز کرده بود و اصلا هیچ کس جلودار این قضیه نبود، هر شب در هر محل یک چندین قتل اتفاق می‌افتاد و قرار شد که کسانی که چاقو کشی می‌کنن رو تبعیدشون بکنن به بندرعباس و اون شعر معروف هم که بندر عباس جای لاتاست از اون موقع در اومده بود که کسانی چاقو کشی میکردن و میفرستاد و تبعیدشون میکردن که بخوان جلوی این کار رو بگیرن. بنابراین نفس چاقو کشی و یا خشونتی که شما دارید صحبتشو میکنید الان عرض میکنم، این خشونت در متن جامعه بود ولی موقعی سیاسی میشه که با بقایای 28 مرداد و بقایای قبل از اون و اسفند و 31 و این چیزا داخل میشه، تداخل پیدا. آقای شعبان جعفری در تمام طول کتاب صحبت از این میکنند که هر کس بعد از انتشار این کتاب یک پرونده چاقو کشی در هر کدام از مراجع قانونی ایران بتونه پیدا بکنه، ایشون حاضرند که بابت اون چاقو کشی محاکمه بشه و میگن من این شخص چاقو نکشیدم و دلیلش رو هم من از ایشون میپرسم. دلیلش رو میگم چرا چاقو نکشید؟ میگم چاقو کشی کار انسان‌های ضعیف، کسی که زور نداشته و فقط با چاقو به طرف حمله میکرده چون میدونسته که زور بدنیش قادر نیست به اون مقابله و من نیاز به این کار داشت.
بخشی از وجود آقای جعفری که با خشونت همراه است، شما در این کتاب متوجه میشید، در مقابله با حزب توده سرزیر میکنید. حزب توده برای آقای جعفری نماد خیانت به مملکت، نماد خیانت به شاه، نماد خودفروشی و نماد غیر لامصبی بود. تا امروز در این سن 82 سالی که دارن در این تفکر خودشون هیچ گونه تغییری ندادن و هنوز هم اگر که صحبت حزب توده‌ای بشه و یا حزب توده به میان بیاد، آقای جعفری بدترین بخش وجودشونه. بنابراین با هر نوع مقابله هم باید در مورد نحوه مقابلش با حزب توده در این کتاب بسیار صحبت کرده و گفته و من هم از ایشون پرسیدم که آیا در این زمینه پشیمانی اظهار پشیمانی دارن، مشکلی دارن، ناراحتن از این کار؟ گفتن نه و فکر میکنن که در اون زمانی که شهربانی حتی قدرت اینا نداشت که مقابل کسانی که برخلاف منافع مملکت رفتار میکردن وایستن، ایشون و عده‌ای از گروهشون که نامشون جانبازان ایران بود این وظیفه رو به خود قبولوندن که این کار رو بکنن و این مقابله رو بکنن. حالا اگر این بنای شده و در آنچه که الان داره در ایران روی میده، من فکر میکنم که یه نگاه ژرف‌تری باید بکنیم به اصولا فرهنگ سیاسی مملکتی، کشورهایی که از کشور ماست و معمولا کشورهایی است که دیکتاتوری است، کشورهایی است که آدم میتونه هر چی به روز بزنه و نوع مقابله مقابله جسمانی و خشونت است. اما اینجا ما وقتی که توی خیابون یک کس کشته میشه یا زخمی میشه، یک حس کشته نمیشه، یک انسان، یک موجود انسانی کشته میشه. شیرین دقیقا ما چطوری موجود انسانی و اخلاق انسانی رو در این حد چی کنیم که بگیم این فقط مخالفت با یک حزب سیاسی است، ولی اونهایی که کشته میشن اونها که اونجا اونها موجود انسانی هستند؟ یعنی این آدم با این موجود رو برخورد کنه؟ شما اولا بذارید قربونشون. مرسی مرسی جون، مرسی برای خودتون. اینو بزن بعد بگیم این طلبونه رو این مشکل سیدیم. Thank you.
مرسی. به خاطر اینه که بمونه برای آقای جعفری.
آقا برای شما هیچ چیز یاد اون نیست. سلام چنگی خوبی؟ عید شما سلام عید شما مبارک. عید شما مبارک ببخشیم. سلام عرض کردم. من در خودم عید شما مبارک باشه. حال شما چطوره؟ آقا سلام عرض کردم. عید شما عید مبارک. چنگیز خان چند وقت شما رو زیارت نمی‌کنین؟ بله به هر حال ایشون بی کروات با کروات بزرگوارن. بله خواهش می‌کنم. با اجازه من برم یه ازتون گرفتم. او میگن جهیز فاطمه. سوری. آقا یک کتاب در اومده خیلی اوقات کلا کتاب. بله میشه. آقا کجا در اومده آقا؟ یکی میگه یک کتاب در اومده. گفت فقط بری ببینیش. گفتم خلاصه. گفتم خلاصه سلطان لس آنجلس و ایران. کتابشون در اومده. هر کهت کچی شما آقا میگفتن جمعه نمیدم آقای جعفری میاد تو تلویزیون و اینا یکی من گفتم من فکر نمی کنم آقای جعفری یو آر لایک دی نظر خود کات این دی کیچن یو آر لایک یه جریان است که باید ولی گذاشتیم قرار بود جمعه بریم ولی گوشتم بعدا یه بابا بگیم تلفن از این تلفنی ها نشه چه حتی لوس و اوکی یو کن نه تلفن من رو نمیداریم بخونم نه لوس نه یه پشت خط آقا نه جلو حرف بزنه نه نه پشت تلفن همه آقا لاز مادر تو دارا بله خب اینوش تو داری کمونیست مومونیست یه پره ولی در این حال نه من نه خطب چه بخوام بکنم ولی یه که فریزه هستم صحبت کردم صحبت کردم که اومد اینجا فیلم برداری که خونمیشون باز رحشار اونجا گفتیم یعنی من قرار بود که روز چیز برم اونجا روز یه شنبه برم اونجا اعتبار امضا کنم این است که نرفتم حالا خوشنم بود مریض بودم نرفتم حالا این چی گذاشتم برش کردن رو خوش از این گفتم تو تنیزی چند کلو شبت کردن تهران هم بیده بودم خیلی قشنم بودم تهران شبت بودم باور نکنی خود منو خود منو از سان پرنسگو زنگ کنی که تلویزیون رو بخونست خود تو نبین از یک کنون منو نبین همونجه که آقای جعفری بغل کلا فرنگی بعضی وقتا یه چیزی میگیریم میوه یه چیزی میخواییم خیلی هم خوبه و اونم میدونین که خودش خریدار بوده قبلا و قبلا میرفته از میدون جنس میخرده میفروخته به وقتی بله وارد علاوه خرید و اینا وارد الان هم دیدم که یه منبری صندوق و بند و بساط و اینا سفارش هایی که داشت و اینا که بیان ببرن و یکی از دوستای من مرتضی رو شما دیده بودین آقا با خانمش یه دفعه اومده بودن اینجا یه سال پیش اومده بودن اینجا یه مغازه سوپر جهان هستش بغل حسن آقا تو حاتم رفتم حاتم هفته بودیم تو دم گستشون این نزدیک استیشن هم همون نزدیک حسن آقا حسن آقا بغلش یه دونه سوپر جهان اون خریده بشه خیلی هم ترتمیزش کرده ماشاءالله خوب شده این دو سه هفته حسابی سرش خوب یه دونه اون عربه نیست که عربه تو دونه بدی با کردن بله یه دونه این دوره برا باشه اینجا هم محضر کبران یه حقه نیست اینجا هم این دوره آقا هم میخواد دوره ایرانی هم محضر اینجا آقا سلام درود بر تو من دوربینم
قربونت برم. آقای بهشت خان. چنگیز همین الان ببینید شد دیگه نمیاد. چنگیز نمیاد دیگه. چنگیز شهرام عزیز دست شما درد نکنه. چاکرم تیم سن پشت تو ما کردی بایی سدی حالتون خوبه آقا سن چه بوی خوب چه بوی خوب نوکره تا بابا بابا آقا واقعا روز خوبیه شده که تولد من دو دفعه نگیریم خیلی چاکرم آقا همه دو دفعه فیلم نگیم من یه دفعه دیگه اومدم دوباره جدیدا الان فیلم کمه شما اینجوری سیاه مرسا شما اینجوری سیاه مرسا شما اینجوری پشتا آره دو دو مسافرت اینا آقا اینا بوده شهبان جعفری کتاب رفته پیش به شما معرفی کرد به همت و تلاش خانم ما سرشار روزنامه‌نگار شجاع ایران من پیش حدس میزدم وقتی کتاب منتشر شد خب جامعه روشنفکری واکنش مثبتی از خودش بروز نداره تا خود من نامه‌هایی داشتم از بعضی شخصیت‌های سیاسی که چرا شعبان جعفری خب بلافاصله آدم می‌تونه بگه که چرا نه شعبان جعفری بالاخره نامش با تاریخ معاصر ایران گره خورد در آنجا بوده و من به جایی رسیدم که هر جا می‌خواستند به تاریخ ایران پوزخند بزنند یا میخواستند که رژیم پهلوی رژیم گذشته ایران رو بکوبن یا بهش ناسزا بگن قطعا از نام شعبان جعفری بهره میگرفتن یعنی اون رو کسی میدانستن که اون نظام رو اون سیستم رو دوباره بر سر کار برد اما واقعیت چیه هنوز مشخص است این را توجه داشته باشید که ما درباره همه چیز صحبت بکنیم درباره همه چیز و همه چیز همچه شخصیتی اسمش مطرحه ببینید در این دعای عقی و در تقریبا کلیه متون سیاسی مربوط به دوران حاضر از اون یاد شده باید بیشتر اون رو شناخت امروز آقای شعبان جعفری به اتفاق ما سرشار در برنامه حضور دارم برای نخستین باری که آقای شعبان جعفری در یک تلویزیونی در یک استودیوی حضور رو هم پیش از این خانم و ماسرشار گفتگوی انجام دادن در منزل آقای جعفری بایشون و این بار خود آقای جعفری به استودیوی تلویزیون ملی ایران آمدن تا ما بیشتر بایشون با شخصیت رو آشنایی پیدا بکنیم سلام و نوالا داریم به خانم و ماسرشار سلام دارم با آقای دربانی جعفری دوست کردید آمدید دعوت ما رو قبول کردید آقای جعفری فکر کردید یک روز در برابر دوربین با مردم سخن بگیم دوست نداشتن ولی خب در ایران که بودیم اونجا یه ورزشی داشتیم و داخل یه چهار آمانی داشتیم پشت تلویزیون یا رادیو نشون میدهد خب در ایران هیچ وقت من مصاحبه نکردم میشنم صحبت کنم یا میزن خیلی وقت من پنجام سالی کردم مبارزه می کنم هیچ وقت تو تلویزیون جا نرسیم بله خانم اکتر بعضی کتاب شما منتشر شد نگولن هم شروع شد ولی بعد دیدم که بعضی از منتقدین خیلی سرسخت ما بسیار هم روشنگر پژوهشگران بزرگ مثل عباس نیاز اینا خیلی واکنش مثبت داشتن نسبت به بوده البته بعد از اینکه کتاب منتشر شد نگولن ها شروع نشد اصلا از شروع شده بود بعد از موقع که از صحبتی که شما که نظرم کتاب می‌نویسم خیلی به من اعتراض شد خیلی
تصویرهایی از آقای جعفری رو داشته باشیم. نگاه کنید به تاریخ. جعفری رو ببینید. جالب شاید شما این تصویرها رو هر جز ندیده باشید. جعفری در کنار شخصیت هایی که اینها معماران عالی قدر یک مملکت محسوب می شود. حالا تک تک تصویرها رو نگاه کنید. در مورد دکتر عباس میدانی بله من پرسید که عباس میخواند یادم را به شما توضیح بدم مورد دکتر عباس میدانی که از کسی بودن که مشاور آمدن در اکرامه این کتاب همطور آقای دکتر احمد کریمی هنکار آقای دکتر خوشنگ شهابی و آقای دکتر حبیب لاجوردی هر کدام اساتید دانشگاهی هستن که در رشتههای خودشون در ارتباط با این کتاب من میتونستم ازشون نظر بخوام نسخه اولیه کتاب رو خوندن نظر دادن وجود کتاب و دکتر عباس میدانی که از کسی بودن که خیلی زیاد من بگردیم روی عکس اول ببینیم کیم آی جعفری اون نفر اول کیم که الان شما رو دید در کنار هست این کامارو بود که بعد از گاگاری میره به آسمان فضانه بعد روز به ایران آمده با شما دیدار بود با شما دیدین در باشگاه جعفری است بله خب لاجب این عکس توضیح بدیم این رو کیم نخوصادیر انگلستان نخوصادیر انگلیس بله نخوصادیر باشگاه مادم باش کن. مخصوصا کار کردی که خم بشه یا نه؟ عکس در دست من بگیم. شما داشتید یه چیزی بهش میادید. عکس دارم بیدید کادو میدم. شما به مهمونای خارجی چی میدید این آقای جعفری؟ من به همه شون کادو میدادم. چی میدادید کادو؟ عکس علازه خدا رحمتش کنه با آب خاتم میدادم. به این گردون نقره میدادم. یه چیزی بهش میدید. این درسته که میگن بچه های کوچه امید چیز خوبست حالا زد که وارد زنده نگاه میداره دیروز با شما از زنی سخن گفتن زن آزاده ای یک پارسا زن زیبا خوش سیرت بودم خوش سیما که او رو فروختن به یک تاجر برده و سرنوشت حیرت انگیزی پیدا کرد اثری از عطار نشان دقیقا روشن میکنه که اون کسانی که این مطالب رو می نوشتند اونها به راستی نه روزنامه نگاری بودن که به قلم اعتقادی داشته باشن بلکه روزنامه نگارانی بودن که فقط به خاطر اینکه بتوانن جو رو مشوش کنن عواطف و احساسات ظاهری ایجاد کنن جوی که ایجاد شد در مملکت ما شعبان جعفری باور کنید می توانست خیلی کارها بکنه هم قدرتش داره هم محبوبیت مردمی داشت در این کتاب بخوانید برای شما روشن میشه ولی آنهایی که میباید وظیفه‌شون و نقششون ایفا میکردن خب نگذاشتن سر دراز داره در کتاب باید بخونید نکته ها روشن میشه اینی که عرض کردم نسل جوان با گذشته آشناتر میشه چرا که یکی از مطرح ترین چهره های تاریخ معاصر ما که هزاران سوال در موردش بود حقایق رو در این کتاب بازگویی کنه حقیقتی که امروز بچه های ما به دنبال کشف اونن و یک نظام با همه وعد و وعیدش با همه این خشونتی که انجام داره میده با همه کشتاری که کرده هرگز نتوانسته اون عشق ملی را از دل بچه های ما پاک کنه باور کنید روز به روز عشق به ایران عشق به اون مملکت سرفرازی اون مملکت در دل جوان ها بیشتر داری میشه با خوندن چنین کتاب هایی این قدم هایی که اون را برمیدارن دیگه این دفعه آگاهانه است دیگه فریب امثال خمینی ها را نخواهند برد دروغ بساط خود چه جمع میکنه همچنان که در ایران باستان گناه بزرگ شمرده میشد ما تاریخمون